سال گذشته وزیر خارجه آمریکا فاش کرده بود که اطلاعات درز کرده نشان می‌دهد ثروت صادق لاریجانی رئیس قضایی رژیم ایران دست کم 300 میلیون دلار است که آن را از طریق واریز کردن ثروت‌های عمومی به حساب شخصی خودش به دست آورده است. آخوند مکارم شیرازی نیز به خاطر تجارت غیرقانونی شکر که بیش از 100 میلیون دلار سود برای وی در بر داشته به سلطان شکر معروف شده است. و خامنه ای شخصاً از طریق ستاد اجرایی فرمان خمینی کنترل 95 میلیارد دلار سرمایه را در دست دارد. اکنون توجه شما را به قسمتی از سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در روز 31 تیر سال گذشته جلب می‌کنیم. از منظر اقتصادی شاهد آن هستیم که تصمیم رژیم ایران برای اولویت دادن به برنامه ایدئولوژیکی خودش نسبت به رفاه مردم ایران چگونه ایران را به ورطه آشوب و به هم ریختگی اقتصادی کشانده. در دوران توافق اتمی درآمد افزوده نفت ایران می توانست صرف بهبود زندگی مردم ایران شود، ولی به جای آن صرف تروریست ها، دیکتاتور ها و شبه نظامیان وابسته شد. سوء مدیریت رژیم باعث سقوط ارزش ریال شده است. یک سوم جوانان ایرانی بیکار هستند و یک سوم ایرانیان هم اکنون زیر خط فقر زندگی می کنند. کار اقتصادی در ایران میتونه عالی باشه، البته فقط به شرطی که شما از نظر سیاسی یک عضو وابسته هرم قدرت حاکم باشید. دو سال پیش مردم ایران به حق به خشم آمدند و خروشیدند. این زمانی بود که اطلاعات درست کرده نشان داد که مقادیر عظیمی پول به طور غیر قابل توجیه راهی حساب‌های بانکی مقامات ارشد شد و مثال‌های متعدد دیگری از فساد گسترده وجود دارد. مثلا صادق لاریجانی رئیس قضایی رژیم ایران را در نظر بگیرید. ثروت او حداقل 300 میلیون دلار است. او این پول را از طریق واریز کردن ثروت‌های عمومی به حساب شخصی خودش به دست آورده. دولت ترامپ در ماه ژانویه لاریجانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد، چون ما از اینکه با رژیم در بالاترین سطوحش درگیر بشیم باکی نداشتیم. من یک مقدار بدبین هستم که یک اوباش دزد تحت تحریم بین المللی فرد مناسب برای بالاترین مقام قضایی در ایران باشد. افسر سابق سپاه پاسداران و وزیر کشور صادق محصولی، معروف به جنرال میلیاردر، از یک افسر بی پول سپاه پاسداران در پایان جنگ ایران و عراق به سرمایه میلیارد دلاری رسید. این چطور اتفاق افتاد؟ او به نوعی استعداد خاصی در به دست آوردن قراردادهای بزرگ ساختمانی و نفتی از شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران داشت. خود آخوندها هم در این بازی شرکت دارند. از روی ثروت هنگفت اونها میشه قضاوت کرد که ثروت برای اونها مهمتر از دین و مذهب هست. آخوند مکارم شیرازی به خاطر تجارت غیرقانونی شکر که بیش از 100 میلیون دلار سود برای اون در برداشته به سلطان شکر معروف شده. او روی دولت فشار آورده تا سوبسید تولید کنندگان داخلی شکر رو کاهش بدن تا بتونه بازار داخلی رو با شکر وارداتی خودش که قیمتش بیشتره اشباع کنه. چه این اقداماتی شهروندان ایرانی رو از کار بیکار میکنه. یک آخوند دیگه یکی از امامان جمعه رژیم در تهران طی 30 سال اخیر باعث شد دولت مالکیت چندین معدن بزرگ رو به بنیاد وی منتقل کنه. او هم همکنون ثروتی معادل چندین میلیون دلار داره. افراد چندان زیادی این رو نمیدونن، ولی خامنه ای یک شرکت سرمایه گذاری غیررسمی به نام ستاد ارجایی فرمان خمینی داره که ارزشش 95 میلیارد دلار هست. این ثروت ها دست نخورده و نامشروع و به عنوان رشوه برای سپاه پاسداران به کار گرفته میشه. خامنه ای صندوق های خاص خودش رو با دست دادن به هر کاری که دلش بخواد پر میکنه. Ayatollah Khamenei has his own personal off the books hedge fund called the Setad worth 95 billion with a B dollars. That wealth is untaxed, it is ill-gotten and it is used as a slush fund for the IRGC. The Ayatollah fills his coffers by devouring whatever he wants. سطح ثروت و فساد در بین سران رژیم ایران نشون میده که حاکمیت در ایران توسط سیستمی هدایت میشه که بیشتر به مافیا شباهت داره تا یک دولت. در زمینه سیاست خارجی منجر به چند دهه خشونت و بی‌ثبات سازی در خارج شده این رژیم. اسد، حزب الله لبنان، گروه‌های شبه نظامی دیگه از جمله در عراق و حوثی‌های یمن از میلیاردها دلار پول نقد رژیم تغذیه میشن، در حالی که مردم ایران شعارهایی از قبیل سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن سر میدن.
شرکای ما در خاورمیانه مدام در معرض حملات سایبری و رفتار تهدیدآمیز رژیم ایران در آب‌های خلیج فارس هستند. رژیم و متحدانش ردی از خون مخالفان رو در سراسر اروپا و خاورمیانه از خود باقی گذاشتند. در واقع متحدان اروپایی ما نسبت به تهدید تروریسم تحت حمایت رژیم ایران در امان نیستند. در اوایل همین ماه یک دیپلمات به اصطلاح دیپلمات رژیم ایران مستقر در وین دستگیر و به تامین مواد منفجره برای بمب‌گذاری تروریستی برنامه‌ریزی شده در یک گرد همایی سیاسی در فرانسه متهم شد. این واقعه همه اون چه رو که باید درباره این رژیم بدونید براتون روشن می‌سازه. اونها همزمان با اینکه تلاش می‌کنند اروپا رو قانع کنند در توافق اتمی باقی بمونه، به طور مخفیانه در حال طراحی حملات تروریستی در قلب اروپا هستند.